علی بهادری سخنگوی حراف دولت کسیف ابراهیم رئیسی از تغییرات جدید در هیئت دولت خبر داد و لیت این تغییرات رو شرایط موجود و شرایط روز کشور اعلام کرد بر اساس عراجیف بهادری داوود منظور به جای مسعود میرکازمی رئیس سازمان برنامه بودجه محمد آقامیری به جای جواد ساداتی نژاد سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و محمد صادق خیاطان به جای علی وحدت مدیرامل جدید صندوق نوآوری و شکوفایی جایگزین شدند بهادری مدعی شد که برکناری میرکازمی بنا به درخواست خود او بوده سخنگوی دولت گفت که میرکازمی از عواسط سال گذشته از رئیسی درخواست کرده بود به دلیل بیماری قلبی از دولت استعفا بده این در حالیه که پیشتر خبرگزاری فارس از برکناری میرکازمی از ریاست سازمان برنامه بودجه در آینده نزدیک خبر داد. این خبرگزاری 20 فروردین گفته بود طبق اطلاعات به دست آمده از مقامهای آگاه مسئول میرکازمی رئیس سازمان برنامه بودجه به زودین مسئولیت را به داوود منظور تحویل خواهد داد. خبر کنارگیری رئیس سازمان برنامه بودجه در حالی است که میرکازمی صبح روز یکشنبه در نشستی مطبوعاتی بخش عمده از مشکلات اقتصادی رو میراث دولت قبل اعلام کرد. میرکازمی در دولت اول محمود احمدی نژاد برای چهار سال وزیر بازرگانی و در ابتدای دولت بعدی احمدی نژاد نیز برای مدت کمتر از دو سال وزیر نفت بود. سخنگوی دولت 22 فروردین درباره تغییر وزیر جهاد کشاورزی هم گفت با توجه به جنگ اوکراین شاهد مشکلاتی در تامین مواد غذایی بودیم. و با توجه به تورم های جهانی و رکود دوره کووید تصمیم بر این شد که محمد آقامیری رئیس کنونی سازمان نظام دامپزشکی سرپرستی وزارت جهاد و کشاورزی را بر بگیره ایران اینترنشنال پیشتر اسنادی منتشر کرد که بر اساس اون جمهوری اسلامی در تامین کالاهای اساسی دچار بحران شده ولی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه خیلی محرمانه خطاب ابراهیم رئیسی بی سواد هشدار داده بود وضع کمبود نهاده های دامی نگران کننده و وضعیت ذخایر و ارزی کنجاله سویاب به شدت بحرانیه همزمان گمان زنی های در مورد برکناری احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم منتشر شده. خبرگزاری فارس نوشته بود شنیده شده قرار محمد هادی صبحانیان از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی بره. همزمان خبرگزاری تسنیم دیگر رسانه وابسته به سپاه نوشت احتمال جابجایی وزیر یکی از وزارتخانه های غیر اقتصادی دولت نیز طی هفته های آینده وجود داره این وزیر بنا به شرایط جسمی از رئیس جمهوری خواسته که درباره ادامه فعالیت اون تصمیم بگیره در حالی که قیمت کالاهای اساسی در ایران شدیداً افزایش یافته احسان خاندوزی پیشتر گفت که بدخواهان مردم ایران از طریق حراس آفرینی و القای انتظارات تورمی باعث افزایش قیمت ارز شدند. به گفته یک کارشناسان اقتصادی اما خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی که با برخورد قهرامیز حکومت مواجه شده خروج سرمایه ها از ایران و همچنین شکست برجام از مهمترین مواردی هستند که باعث بالا رفتن قیمت دلار در ایران شده. بعد از این برکناری ها رویدادی بی سابقه هم اتفاق افتاده. خامنه ای رسما پایان کارش را در نظام جمهوری اسلامی اعلام کرده و همه کارها را به مشتبه سپرده. استعفا به نفع جانشین خودش ببینید بدبخت بزدل چقدر ترسیده که از ترس سرنگونی حکومت زودتر از موعد خالی داده. با وجود اینکه دولت نحس ابراهیم رئیسی ایجاد یک میلیون شغل در سال رو وعده داده بود، گزارش اخیر مرکز ایران از رکورد شکنی نرخ بیکاری در زمستان 1401 حکایت دارد. بر مبنای این گزارش در سه ماه پایانی سال گذشته بالغ بر دو میلیون و پانست هزار نفر بیکار بودند که این آمار در سه سال اخیر بی سابقه است. نرخ بیکاری از تقسیم جمعیت بیکار بر کل جمعیت فعال به دست میاد. بر اساس داده های مرکز آمار در حال حاضر جمعیت فعال ایران حدود 26 میلیون نفره اگر عدد 2 میلیون و 500 هزار نفری جمعیت بیکاران تقسیم بر جمعیت فعال بشه عدد نزدیک به 10 درصد به دست میاد به معنی اینکه حدود 10 درصد از افرادی که باید دارای شغل باشند بیکارند با این حال وخامت وضعیت بیکاری زمانی مشخص میشه که مبنای محاسبه نهادهای رسمی مانند مرکز آمار ایران برای شناسایی جمعیت فعال بررسی بشه از نظر مرکز آمار ایران و دیگر نهادهای رسمی دانشجوها و افرادی که حتی یک ساعت در هفته کار کنن هم جزو جمعیت فعال به حساب میان بنابراین آماری که از بیکاران اعلام میشه فقط افرادی رو شامل میشه که هیچ شغلی ندارن حال که بررسی ها نشون میده بسیار از افراد دارای شغل نیز زمانت و امنیت شغلی خوبی ندارند وبسایت اقتصادی اکو ایران در گزارشی با بررسی این شاخص‌های آماری نوشت که وخامت اوضاع اشتغال در ایران در دو سال اخیر به بالاترین سطح رسیده و حتی اگر آمار و ارقام سازمان‌های دولتی مبنا قرار بگیرند میتوان اینطور نتیجه گرفت که نرخ بیکاری در زمستان 1401 در قیاس با سالهای قبل از اون در بالاترین سطح قرار داره. پیش از این در زمستان 1399 نیز نرخ بیکاری همین مقدار ثبت شده بود همزمان با افزایش نرخ بیکاری میزان مشارکت اقتصادی در ایران نیز کاهش یافته داده های آماری نیز این موضوع را تایید می کنند بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان 1401 معادل 45 درصد بوده که کمترین صد در سال پیش را نشان می ده. کارشناسان افزایش همزمان نرخ بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی رو دو علامت مهم بحران اشتغال میدونن و به رغم اینکه گزارش های حکومتی هم از بحران اشتغال در ایران حکایت دارند ابراهیم رئیسی و مقام های دولت سیزدهم به تناوب ادعاهایی مبنی بر کاهش نرخ بیکاری را مطرح می کنند. رئیس دولت سیزدهم هشت فروردین در جلسه شورای عالی اشتغال گفت آمارهای سال گذشته نشون دهنده کاهش بیکاری اما نمیشه به این میزان از اشتغالزایی اکتفا کرد و باید با کار و اقدام جهادی زمینه تحقق شعار سال رو فراهم کرد. در همین جلسه، سولت مرتزوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز ادعای ایجاد یک میلیون شغل در کشور را مطرح کرد و وعده داد که این آمار در سال 1402 بیشتر هم میشه. همزمان با ادعاها و بلوف های دولت ها درباره کاهش نرخ بیکاری بررسی های میدانی و گزارش صاحبان مشاغل و اصناف نشون میده که بسیار از افراد شاغل نیز در نتیجه اقدام و سیاست های دولت رئیسی کسب و کار خودشون را از دست دادن. نمونه آن بیکاری حدود ده میلیون نفر از صاحبان مشاغل آنلاین در پی قطع اینترنت و فیلترینگ پلتفرم هایی مانند اینستاگرامه. بحران اقتصادی ناشی از تصمیم های دولت و نوسان های بازار ارز نیز بر بسیاری از کسب و کارها تاثیر گذاشت و آنها را به تعطیلی کشوند. بسیاری از افراد شاغل در نتیجه سیاست های کثیف دولت سیزدهم کسب و کار و درآمد خود را از دست دادند. ابراهیم رئیسی اما با وعده یک میلیون شغل آمد و نرخ بیکاری رو رکورد زد